رادیو ایران بفرمایید. الو. الو آقای دکتر. بله بفرمایید. سلام، خسته نباشید. متشکرم خانم. آقای دکتر، من 12 سالمه و فرزند دوم خانواده هستم. بله. بعدن من 2 سال پیش به آمریکا اومدیم و من از حدود 9 سالگیم تا مثلا حدود 17-18 سالگی مستربیشن میکردم و نمیدونستم این کار چیه و خودم رو خیلی تحت فشار قرار میدادم. مسئولتون از نظر احساس گناهه یا اینکه برای رسیدن به اون اوج لذت خودتون رو تحت فشار قرار میدادید؟ برای احساس گناه که میکردم. آها، و این مسئله رو اصلا مطرح نکرده بودم توی خانواده و مادر پدرم هیچی نمیدونستن. بله. اون وقت من 2 سال پیش که به آمریکا اومدم، حدود 6 روز بعد از اینکه اومدیم رفتم به مدرسه و خیلی به این فشار اومد، چون که زبان نمیدونستم و خیلی وارد نبودم، خیلی باعث شد که مشکلاتی برام پیش بیان. بعدن حدود یک اول شرق آمریکا زندگی میکردیم، بعدن اومدیم به لس آنجلس. بعدن حدود 1 سال پیش بود که من احساس کردم یه سری آدمایی شروع کردن و تو ذهن من دارن با من حرف میزنن. بعدم مراجعه کردم به روانشناس و الان 1 ساله که روانشناس میرم و خیلی بهتر شدم و الان مشکلاتم کمتر شده. و من میخواستم از شما سوال کنم که من معدلم هم در حدود 3.8 هستش و من الان مشکلی که دارم این هستش که نمیدونم به چه دانشگاهی برم. الان کالج میرم در حال حاضر. بله، شما اولا در خصوص اون صحبتی که گفتید افرادی میشنیدید اینا در چه حدی بود؟ یعنی واقعا کسانی حرف میزنن، شما احساس میکردید که در ذهنتون و مغزتون کسی داره حرف میزنه؟ بله، به این صورت بودن. اون وقت چه مدتی این طول کشید؟ حدود 1 سال، از 1 سال پیش تا به الان که الان خیلی بهتر شدم. مقصودتون از خیلی بهتر شدن یعنی چی؟ یعنی دیگه این صداها مثلا قبلا هر به طور هر روز در ذهنم می اومدن و با من حرف می زدن، ولی الان حدود مثلا 5-6 ماهی هستش که دیگه هر روز این مشکل رو ندارم و اگرم تو طول روز برام پیش بیاد خیلی به ساعت کمی مثلا پیش میاد، خیلی مقدار کم. اون وقت این روانشناسی که پلوش میرید روانشناسه یا روانپزشکه؟ من پیش روانشناس میرفتم که به من گفتم به روانپزشکم مراجعه کنم که قرص بخورم و برای همین الان بهتر شدم. ها، پس قرصم میخوری؟ بله. خب تو این کار که کار کاملا درستی بوده، چون من اون علامتی که فرمودید تقریبا باید گفت که از طریق روان درمانی تنها خوب نمیشه، احتیاج بله به کنترل. اما در خصوص مستربیشن من یه توضیح کوچکی بدم. بچه ها از حدود 2.5 یا 3 سالگی این خودارضایی یا به گونه‌ای حتی شاید بشه گفت دست زدن یا بازی کردن با خودشون رو شروع میکنن. بله. معمولا هم یه 1 سالی طول میکشه و بعد اون آهسته آهسته رها میکنن. و بله. اگر در بچه ها باشه معمولا این احساس ممکنه تا 5-6 به گونه کم و زیاد خودشو نشون بده و غالبا در بچه‌هایی که برخورد پدر و مادر درباره موارد و مسائل جنسی و ارتباطیشون درست باشه پنهان میشه و بعدم اگر حدود 13-14 سالگی دو مرتبه خودش رو نشون بده با توجه به ایام بلوغشون هست و در حد عادی و معمولیش، بنده بحث مذهبی اصلا ندارم، در حد عادی و معمولیش از نظر علمی هیچ اشکالی نداره و هیچ عیب و ایرادی برش نیست. علتش هم این است که یه نیازی است که به طریقی باید ارضا بشه و اون زمانی که شرایط برش مناسب نیست افراد از اون استفاده میکنن. ولی اگر به صورت بسیار حاد و شدیدی در بیاد، خطری که داره این است که آهسته آهسته ذهن رو در اون زمینه ثابت و تثبیت میکنه و بعد این افراد احتمال داره که در بزرگسالی هم از یه رابطه عادی معمولی با همسرشون آنچنان لذتی نبرن و به اون مرحله اوج و لذت کامل یا کلایمکس نرسن، زیرا در دنیای ذهنیشون باید همچنان به دنبال ساختن فردی و یا نوعی از رابطه یا شرایطی در ضمیر و ذهنشون باشن. بله. به همین جهت است که مورد خفیف یا کم محدودش اشکالی نداره، به نظر نمیرسه که هیچ آسیبی به بدن بزنه، به نظر نمیرسه که هیچ سیستمی رو برهم بزنه و در نتیجه جایی نداره. این که من از نظر باورهای مذهبیم
احساس خوبی یا بدی میکنم، بنده در اون باره نه نظری دارم و نه حرفی میزنم. این برمیگرده به نظام اعتقادی افراد و شاید باشه یک گونه واقع بینانه تر باش برخورد کرد، ولی از نظر علمی و واقعیت به نظر من جای نگرانی در شرایط موجود که همه عوامل تحریک از بیرون وجود داره و فرد همسری به جهت ارضای تمایلات جنسی خودش نداره، در حد محدود و معقولش یا محدود و معمولش که در افراد مختلف این معمول و عرض کنم عادی کمی هم متفاوته، اشکالی نخودش. اینه که من برش عیبی نمیبینم، دلیلی برش ندارم، ولی اگر از نظر مذهبی شما ذهنیتی دارید، من چون با اون هرگز گفتگویی ندارم، همون هست که هست، و اگر خواستید در اون باره میشه از کسی که در زمینه باورهای مذهبی شما میتونه کمکتون کنه صحبت کنید. ولی امید من این است که به هر حال برداشت ها و قضاوت های ذهنی و فلسفی و مذهبی ما هم یک پایه و یه مایه و یه ریشه و یا مبتنی و متکی بر علم باشه، و در دنیای علم سخن در این است که به نظر نمیرسه که افراد در حالت عادی از این ماجرا آسیب ببینن. ولی شما حتما اون مراجعه به روانشناستون رو ادامه بدید و حتما تا زمانی که پزشک شما بهتون توصیه خوردن داروها رو میکنه، حتما حتما از اون پیروی کنید تا بتونید سلامتی رو پیدا کنید. در خصوص دانشکده واقعا این تست ها رو بگیرید که ببینید در چه زمینه توانایی ها و استعدادی دارید، و بعدا با توجه به تمایلتون و امکانات مالی و فرصت هایی که دارید رشته ای رو انتخاب کنید. و خوشبختانه در جایی زندگی میکنید که حتی اگر لیسانس هم گرفتید بعدن خواستید تغییر رشته بدید، تقریبا با کمی شاید زحمت بیشتر برای بسیاری از رشته ها این کار ممکنه. اینه که انتخاب رشته در دوره کالج یا حتی دانشگاه و گرفتن حتی یه مدرک مثلا لیسانس یا بچلر دیگری به معنی تعیین شدن و قطعی شدن راه و زندگی آینده نیست، این است که همچنان به خودتون فرصت بدید، اگه دلتون خواست اون رو عوض کنید. به هر حال خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم. مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. خداحافظ.